از من خواسته شده بود که این جلسه به هر سخنرانی 15 دقیقه فقط امکان صحبت بدیم که بعد بتونیم از من خواسته شده بود خلاصه یک نظری خواهی یه چیزی باید بگم راجع به پیپرها. بعد مطالبه محوری شد قبل از اومدن اینجا در پشت صحنه و هر فردی 20 دقیقه قرار شد بگیره و الان عملا ساعت 4:30 و شما هم مطالبات خودتون رو دارید. من فقط در یک کلمه یا دو کلمه میتونم بگم اون چه که این پنل ارائه داد و پنلی هم که صبح داشتیم هر دو به دنبال هم دیگه نشون داد که ما با یه مسئله سه بعدی عمده سر و کار داریم. یکی مسئله دولتی است که به هر حال غیر دموکراتیک هست، دیکتاتوری هست، سرکوبگر هست، با خواستهای اولیه انسانی و به طور مشخص با خواستها و نیازهای اولیه زنان و حتی مفهوم زن مشکل زایی میکنه، و از طرف دیگه ما یه مسئله بین خودمون داریم که پنل ها به طور مشخص راجبش مطرح کردن و مسئله شناخت‌شناسی است، مسئله اپیستمولوژیک ماست که ما چگونه اصلا مسئله زن رو باید تعریف بکنیم، زنان رو چگونه ببینیم، آیا باید اینها رو این لایه های مختلف یا تقاطع های مختلف رو نگاه بکنیم و نباید نگاه متجانسی داشته باشیم، یک دستی داشته باشیم و این تفاوت ها و لایه ها رو نبینیم. از طرف دیگه باید به خودمون هم یادآوری بکنیم برای تمام اعضای پنل و پنل صبح هم حتی این بحث بود، مسئله اینترسکشنالیتی هست. ببینید نظریات بیرون از کشور رو وقتی ما بخوایم در درون یک کشوری که شرایط کاملا متفاوتی داره باید ازش استفاده کنیم، باید هیچ ابایی هم نباید باشه در این، اما باید شرایط رو و مراحل رو در نظر بگیریم. به هر حال خود تئوری اینترسکشنالیتی هم که در غرب به وجود اومد در مرحله ویو سوم، یعنی در موج سوم جنبش زنان به وجود اومد، نه در موج اولیه که نیازها و مشکلات و شرایط چگونه بود. این اهمیت این درک مرحله‌ای بودن مبارزه، درک مرحله‌ای بودن حل مشکل. شما اگر برید دکتر یه مشکلی هم داشته باشید میدونید که الان تب دارید و دکتر قبل از اینکه راجع به خیلی چیزهای دیگه ریشه حتی مرض فکر بکنه باید اون تب شما رو متوقف بکنه اول، بعد بره به مرحله دو، به مرحله سه تا برسه به اون ریشه. این معنیش این نیستش که مرض ریشهش باید فراموش بشه، نه، باید یه استراتژی، یه برنامه‌ریزی حسابی باید در کار باشه و یه برنامه مشخصی که نهاد لازم، ابزارهای لازم و شیوه های لازم رو بیافرینه. و این بر دقیقاً بُعد سوم مسئله زنان هست که در بحث های ما اتفاقاً تمام بحث هایی رو که دیدید به طور جزئی تا حد ایمیل ما مشکلات مختلفی در روش شناسی داریم، در اینکه چگونه یه چیزی رو پیاده بکنیم، یه مسئله جنبش رو ادامه بدیم. در تمام این مراحل ما مشکلات زیاد داشتیم. تئوری و شناخت مسئله خیلی مهمه، چنان که پنلیست ها هم اشاره کردن، درک تفاوت ها، ولی برای حرکت و ایجاد رفتار جمعی و مقابله با سرکوب و ساختار سرکوب شما به هر حال باید تفاوت‌ها رو بشناسید، ولی باید حرکتتون در جهتی باشه که روی شباهت‌ها تأکید بکنید که نیروی بیشتری ایجاد بکنید و بتوانید انرژی لازمی رو بیافرید که در مقابل ساختار هژمونیکی که به قول معروف صحبتشو میکردن آقای یعقوب علی، در مقابل اون هژمونی شما هژمونی باید بیافرینید. برای آفرینن یک سلطه قوی زنانه در مقابل اون ساختار مردانه شما به هر حال باید یک انرژی جمعی به وجود بیاری. برای این انرژی جمعی هم با مفاهیم افقی و نمیدونم یه مقدار خوش باورانه نمیتونه حرکت بکنی. تمام ساختارهای جنبش های اجتماعی رو نگاه بکنید، جنبش های اجتماعی در انتها آنجا که قدرت رو تونستن چالش بکنن باید یک سازماندهی می داشتن. برای سازماندهی تقسیم کار لازم بود. برای تقسیم کار باید تقسیم تصمیم گیری ها جنبه مرکزی خودش رو داشته باشه. ما با ایدئالیسم خودمون و جنبش زنان عملا در بحث هایی که امروز شد نشون داده میشه چگونه در ایدئالیسم خودش گرفتار یک مقدار مشکلات عملی شد، که البته من به نظر خودم در مقابل دستاوردهای این جنبش این مشکلات خیلی زیادی هم نیست. خب زیاد هست به مفهوم این که وجود داره و مشکل هست، اما من فکر میکنم که باز هم
این مشکل ها قابل حله اگر ما در جهت همگرایی حرکت کنیم. من میخوام برگردم به شما، سوال و جواب شما و